مردسالاری در سینمای ایران چقدر برای زنها مشکل ساز بوده؟ زنها چطور تونستن از نقشهای سنتی و همیشگی زن کاباره‌ای و یا زن خانه‌دار بیرون بیان و نقشهای اصلی رو در سینمای ایران بر عهده بگیرن؟ قسمت آخر لبه تیغ رو ببینید در عبارت این هفته. سلام، خوش اومدید به سینمای کوچکی. آپارات حسن سرخجو هستم. در بخش‌های قبلی فیلم لبه تیغ دیدیم که چگونه زنان ایران تونستن با نقش‌های کوچیک و جنسیت‌گرایانه در فیلم‌های ایرانی به تدریج جای خودشون رو در این سینما باز کنن و نقش‌های مهمی رو بر عهده بگیرن. در دهه 50 خورشیدی مضمون‌های مردسالارانه و پدرسالارانه در فیلم‌ها گرچه همچنان ادامه داره، اما داستان فیلم‌ها هم مدرن‌تر میشه و فیلم هم شکلهای هنرمندانه تری پیدا میکنن. اما با بروز انقلاب تغییر چشمگیر در حضور زنان برای پرده سینما رخ میده و اونا به پستو رانده میشن. احمد مقصودلو مستندساز در قسمت سوم فیلم لبه تیغ سعی کرده که تصویری بده از وضعیت بازیگران زن در این دوره زمانی. آقای مقصودلو در پیش از انقلاب در مطبوعات سینمایی به عنوان نویسنده و سردبیر فعالیت میکرده و بعد از انقلاب هم در خارج از ایران چند تا فیلم مستند و سینمایی تهیه کرده. چند سالی هم هست که خودش دست به کار ساخته فیلم های مستند شده و فشته این مستند ساخته که بیشترشون رو در همین برنامه آپارات هم پیش از این دیده بودیم. از جمله میتونم به فیلم هایی درباره عباس کیارستمی، احمد محمود، ایران درودی، اردشیر محسس اشاره کنم. آقای مقصودلو میهمان برنامه این هفته ما هست در بخش آخر این مجموعه سه قسمتی. همچنین دو مهمان دیگه هم داریم. سیمین غفاری بازیگر پیشکسوت سینمای پیش از انقلاب که در بیش از 35 فیلم سینمایی بازی کرده، از جمله در فیلم هایی مثل پاشن طلا، بابا کرم بود و نعمت نفتی، و همینطور معصومه تقی پور بازیگر تئاتر سینمایی قبل از انقلاب که در فیلم هایی مثل جاده های سر در بعد از انقلاب و سریال طلاق و همچنین سریال مراد برقی بازی کرده. در پیش از انقلاب 14 تا فیلم در کارنامش داره و همینطور 34-5 تا فیلم سریال تلویزیونی در حقیقت. خیلی ممنونم از حضور شما در برنامه این هفته و همچنین از شما خانم غفاری و آقای مقصودلو. خب به اتفاق شما و بینندگان قسمت آخر این فیلم رو ببینیم، بعد برمیگردیم و دربارش صحبت کنیم. ببینیم فیلم رو. شدن از سینما رو همیشه پیش خودم اینجوری فکر کردم که ما یه قبیله بزرگی بودیم، عاشقانه با هم دیگه کار می‌کردیم، صمیمانه با هم حرکت می‌کردیم، مثل یه پرنده کوچولو از شاخه درخت می‌اومدیم پایین، یه دونه ور می‌داشتیم، از یه برکه یه آبی می‌خوردیم. تا یک روزی کاروان ما در یک جایی توقف می‌کنه. فردا صبح که قرار این کاروان حرکت کنه، یکی میاد و میگه که یه عده از شما با این کاروان نباید حرکت کنه چون کاروان سالار عوض شد. اون عده که موندیم دور هم جمع شدیم، کاروان حرکت کرد، ما گرد اون آتشی که از کاروان مونده بود نشستیم، سرامون تکیه به هم دادیم، آروم گریستیم و نالیدیم. هیچ وقت هنرمندا، نقاشا، نمیدونم دکترا، مهندسا اینا رو نذاشتن کنار. حالا ما چه گناهی کردیم که نباید تو این رژیم فیلم بازی کنیم و راحت باشیم و بتونیم زندگیمونو بچرخونیم؟ ما مثل یک ریشه هایی بودیم. این یک نهالی شد، تنومند شد، شاخه داد و بعد گل داد و این عطر گلا اومدن. اینایی که میان کار قشنگ میکنن، اینا عطر ما، اینا ادامه ما،
بخش سوم لبه تیغ رو دیدیم، یه سبت شفاهی از بهمن مقصودلو، داستان یک گسست و انقطاع بین نسلی از بازیگران زن. بهمن مقصودلو سازنده این فیلم با ما هست و همینطور سیمین قفاری بازیگر سینما ایران در پیش از انقلاب و معصومیه تقی‌پور بازیگر تئاتر و سینمای پیش و پس از انقلاب همراه ما هستند تا درباره این فیلم و به خصوص حضور زنان در سینمای ایران در اون دوره گفتگو کنیم. خوش آمده مجدد میگم به هر سه شما. گفتگو رو باز هم به روال هر دو برنامه پیشین با شما شروع میکنیم. آقای مقصودلو، توی فیلم شما درباره پرداختها صحبت میشه و بعضی بازیگران زن به خصوص گله دارن که بهشون پرداختها کم بوده و حقوقشون مناسب نبوده. درصد پرداختها چطور بوده آقای مقصودلو؟ بسیار نامتعادل آقای سولچو. این اولا چیز جدیدی نیست، در تمام دنیا، در هالیوود، در ایتالیا، در فرانسه، هر جای سینما شروع شده دستمزدها نامتعادله. اخیرا بعد از 90 سال 100 سال در یک سال گذشته جنبشی شروع شده که من اگر بازیگر خوبی هستم، یک زن میگه معادل مرد باید بگیرم و این داره انجام میشه. تقریبا چند فیلم اخیر رو در هالیوود به بازیگر زن معادل مرد دادن، ولی این مبارزه از روز اول نبوده. این مبارزه روز در طول این سالها شروع شده. ایران هم تافته جدا بافته نبوده و مثل بقیه کشورها به زنان دستمزد کمتری، بسیار کمتر میدادن، تا اینکه یک زنی خیلی ستاره بشه و باعث فروش خیلی زیاد یک فیلم تجاری بشه، اون موقع یه مقدار دستمزدش میرفت بالا، نه اینکه تازه معادل مردی بشه که مقابلش قرار میگرفت. مثل خانم فروزان. بله، اشاره کردید به خانم فروزان که ظاهراً ستاره بوده در اون دوره برای خودش و حالا به هر حال درآمد مناسبی رو داشته از سینما. برای شما خانم غفاری که چیزی حدود 35 تا فیلم رو در اون روزگار بازی کردید و نقش‌های عمده و اصلی رو هم داشتید تو اون سینما و چهره شناخته شده بودید، پرداخت‌ها چطور بود؟ من راستش زیاد مشکلی نداشتم، همیشه پرداخت‌ها درست بود. فقط یه دونه فیلم مشکل داشتم، اونم فیلم آشوبگر بود که به من یه چک دادن و چکم برگشت خورد و دیگه به پولم واقعا دست نیافتم، به پولم واقعا. ولی نسبت پرداختاتون در مقابل با بازیگرای مرد چطور بود؟ یعنی خیلی کمتر، خیلی کمتر، چون بازیگران مرد مثل آقای زنده‌یاد، آقای فردین، آقای ملک موتی و دیگر هنرمندان ما، اینا هر کدوم، یعنی فردین دیگه بهترین بود، بعد بیک ایمانوردی و ایرج قادری و فردین و همه اینا حدودا شبیه هم مبلغی میگرفتن، ولی برای خانوما خیلی کمتر. فقط فکر میکنم خانم فروزان، خانم پوریبنایی و آره این دوتا در واقع آذر شیوا. بله، آذر شیوا، اینا دستمزد بالاتری میگرفتن. و خانم آذر شیوا هم کسی بود که اصلا سینما رو ترک کرد و دیگه اصلا دیگه بله. نخواست ادامه بده. بله، یه مدت آدامس فروشی کردن جلوی دانشگاه آقای تهران. معذرت میخوام آقای سلطی، من دانشجوی پزشکی دانشگاه ملی بودم، ایشون اومد جلوی دانشکده ما آدامس فروشیشو گذاشت. بله، که خبر روز شد، من اونجا بودم، اونجا وایساده بودم. ما همیشه گرفتار این مرد سالاری بودیم و زن خیلی به سختی واقعا مثل یک قطره سعی کرده که این صخره رو یه جایی براش برای خودش باز کنه، اثر بذاره، و این هیچ براش آسون نبوده. من به خاطرم میاد قمر، یک سیمایی که هرگز نباید فراموش بشه، شاید اولین کسی که در اون زمانی که حجاب بود و زن متاسفانه مثل زن امروز ما اسیر کفن جهالت بود، این زن شهامتی داشت که این کفن سیاهو بدره، اولین قدمو برداره و دنیای ساکت و خاموش اون زمان رو با صدای خودش، با صدای دلنشین و بی‌نظیر خودش آهنگین کنه. خب اون وقت برای یک بازیگر زن چه شد که همچی اتفاقی افتاد تو اون سینما؟ این البته تو فیلم شما خیلی نیومده، اشاره نشده. ایشون حاضر نشدن، من خیلی اصرار کردم که جلوی دوربین بیاد. اصولا ایشون از سینما غرق کردن، از ایران اومدن بیرون سال چندین سال قبل از انقلاب با دخترشون در فرانسه در یک هوم پاریس زندگی میکنن. دیگه جلوی دوربین و هیچ کس نمیان، بازیگری نمیکنن، با کسی مصاحبه نمیدن و من خیلی اصرار کردم که ایشون باشن و توسط یک دوستی صداشون رو گرفتم که در فیلم هست. بله، تو صداشون استفاده شده. و چه چیز باعث شده بود که آذر شیوا
به روابط در سینما، حقوق زنان در سینما، به چیزایی که دوست نداشتن در سینما. حالا ما نمیخوایم مسائل رو باز بکنیم، مثلا ایشون اون محیط و اون روابط و زیادم اونجوری که میگن یعنی راضی نبودند و خیلی هم قدرتمند بودن، خیلی بازیگر خوبی بودن، تصمیم گرفتن که از این کار بیان بیرون. اصلا اشاره میکنید به اینکه چیزایی که نمیخواید مطرح بکنید، مشخصا یکی از اون چیزها یا اتهاماتی که به سینمای ایران زده میشه در قبل از انقلاب و دلیل بسیار از برخوردها در پس از انقلاب با بازیگران و سینماگران شد این بود که این اتهام زده میشد که این سینمای ایران پشت پردش پشت صحنه است خیلی روابط فسادآمیزی داشته و به هر حال خیلی مسائل دیگه‌ای وجود داشته در روابط بین افراد در پشت صحنه ها، و حالا یکی از اون اعتراض هم اینجور بوده. آیا واقعا چون این چیزی رو داشتیم یا نه؟ نه آقای فسولجو، همه چی قلوف میشه. همه فکر میکنن که وقتی که شما میایید در یک صحنه یک ذره لباستون اینور اونور میره و یه ذره میرقصید و غیره، شما قابل دسترسی دارید. این یک فرهنگ عقب افتاده کشور جهان سومی است و که ریشش تعصب و دست نیافتن به یه چیزی که دیگران ممکنه بهش دست پیدا بکنن. ریشه های بسیار اجتماعی در این مسائل نگاهش. من نمیگم نبود، حتما بود، ولی من الان به ضرس قاطع میگم سینمای تجاری ایران فاسدتر از سینمای تجاری قبل از انقلابه. خب حالا البته خیلی اثباتش کار ساده ای نیست. من به عنوان یک متخصص میگم عزیزم. خب شما فکتتون رو باید داشته باشید. شما باید سند و مدرک داشته باشید. همینجوری که نمیتونید متخصص هم باشید. میخواید مدرک رو میز بذارم اینجا که جای مدرک نیست. نه خیلی قربون شما برم. اینجوری که نمیتونید بگید همین به همین راحتی. خانم غفاری، شما چطور؟ آیا توی این تجربه 35 فیلمی که داشتید به هر حال تو اون روزگار، آیا برخوردها یا واکنشها این شکلی بود که چون این فضایی رو از شما استنچاخ بکنید؟ بله بود. بله بود، متاسفانه بود. ولی خب دیگه وقتی که شما توی سینما باید یه حمایت کننده داشته بودی، من هیچ کس رو نداشتم. من خودم تک تنها جنگیدم تا 40 سال پیش، ولی هنرمندان دیگه‌ای، من اسم نمیخوام ببرم، همه خودشون میدونن، یه نفر داشتن، یه کارگردان، یه پرودیوسر که همیشه اینا رو پوش میدادن به طرف سینما، سپورتشون میکردن اینا، ولی من سپورت آنچنانی نداشتم. اون کاری هم که کردم خودم بودم، چون من خودم همیشه احساس میکردم استعداد عجیبی دارم تو این کار، ولی در حق من چطور بگم خیلی اجحاف شد و این شرط به وجود نیامد. خانم تقی‌پور، شما برامون بگید تو این تفاوت‌ها رو چگونه بود وضعیت؟ در قبل از سال 57 منظورتونه؟ ببینید، توی هر خانواده‌ای ممکنه که مثلا طلاق اتفاق بیفته، اما وقتی که یک هنرمند جدا میشه بلا فاصله این میره زیر ذره بین که آقا همه این هنرپیشه‌ها، همه اینایی که مثلا تو کار سینما و تلویزیون و اینا هستن، فوری از هم طلاق میگیرن. این یک چیزیه که چون جامعه روش متمرکزه، در واقع هر حرکتی رو براش یک معنا قائل میشن. یکی از دلایل در مخالفت جامعه و پدر مادرها هم با ورود بچه هاشون به این دنیا، همین نگاه جامعه است به این قضایا، که اون هم خب برمیگرده به مسئله مذهب، مسئله بافت سنتی، باورها و و و. من یک پرانتز باز کنم، خانم سرور رجایی هر جا که هستن امیدوارم سلامت باشن، ایشون تعریف میکردن برای من، پدرشون از بنیانگذاران تئاتر در اصفهان بودن، آقا جون رجایی، و ایشون میگفتش که پدر من هر 4 دخترش رو آورد به تئاتر و ما تئاتر بازی میکردیم. پدر ایشون کمدین به شدت قوی بود. میگفت روی صحنه که بازی میکردیم مردم از شدت خنده خودشون رو میزدن، لباس خودشون رو پاره میکردن. بعد میگفت وقتی که اجرا تموم میشد ما چادر سرمون میکردیم، رومون رو میگرفتیم، از پشت بوم تئاتر پشت بوم به پشت بوم میرفتیم، 2 کوچه اون برتر خونه یکی از فامیلامون بود، نردبون میذاشتن، ما میومدیم پایین از در میرفتیم، برای اینکه همون مردمی که توی سالن از شدت خنده خودشون رو میزدن همونا بیرون وای میستادن که ما بیایم بیرون سنگ بزنن به ما.
فقط خانم ها نبودن که این مشکلات رو داشتن، آقایون هم داشتن. اما اینی که حالا یک خانمی وارد محیط سینما میشه، مثلا فرض بفرمایید که یک کارگردانی از ایشون خوشش میاد، مثل همه ارتباطات دیگری، ولی خیلی از افراد بودن که معذرت میخوام با احترام به خانم غفاری، خیلی از افراد بودن که خیلی پارتی داشتن، خیلی حتی پول داشتن، پول میدادن، خودشون تهیه کننده میشدن و بازی میکردن نقشای اول رو، و حتی خانم هایی که پارتی های خیلی خیلی بزرگی داشتن اما موفق نمیشدن در سینما، در سینما موفق نمیشدن چون حرف اول رو مردم میزنن، تماشاگر میزنه. پرداخته بعد از انقلاب برای شما چطور بود؟ آیا تغییری کرده بود در موسی قبل از انقلاب پرداخته به زنان؟ ببینید نه، همیشه پرداخته همونجور که آقای مسعودلو هم گفتن در مورد خانم ها کمتر بوده، اما باید نسبت سنجی کنید. مثلا فرض بفرمایید بنده در یک فیلمی یک هفته کار دارم، آقای انتظامی یک ماه کار دارن. طبیعی است که دستمزدها، حالا من نوعی رو میگم، آقای انتظامی نوعی میگم چون ایشون استاد و سرور بنده هستن، طبیعتاً باید دستمزدشون خیلی بالاتر باشه، ولی منظورم این استش که اگر نسبت سنجی بکنیم ممکنه که اینها هم باعث باشه. بسیاری از خانم ها هم بودن، من میدونم که یکی دو تا خانم در سینمای ما دستمزدشون از بسیاری از آقایون بالاتر بوده است. الان نه، الان اطلاع ندارم، ولی تو سینما پیش از انقلاب؟ نه خیر، بعد از انقلاب. بله بله، الان که خیلی شنیدم. به عنوان مثال من از خودشون شنیدم که خانم فریما فرجامی در یک فیلمی از تمام آقایون دستمزدشون بیشتر بود. بذارید بریم سراغ روابطی که حالا وجود داشت. یک چیز دیگه که معمولا توی سینما مرسوم هست اینه که هر بازیگر یک ایجنت داره، یک کارگزار داره، حالا این تو این سالها را افتاده. آیا اینها نقشی داشتن تو سینمای پیش از انقلاب برای معرفی زنان به بازیگران، به کارگردانان یا فیلمسازان؟ آقای مسعودلو؟ نه آقای سلجو، در ایران چیزی به نام ایجنت وجود نداشت. بازیگران زن یا مرد توسط کسی که رابطه ای داشت با یک کارگردان یا تهیه کننده، اون شخصو می آورد، معرفی می کرد و اون کارگردان می پسندید یا نمی پسندید، یا اون تهیه کننده یعنی می پسندید که استعدادش، نگاهش، هیکلش، غیره، یه تمرینی هم بده. به طور مثال من آسیستان ساموئل خاچکیان بودم و دائم خونش بودم، یک سناریو هم براش نوشتم، در زده میشد. ساموئل خاچکیان هم همیشه هنرپیشگان جدید می آورد. یه روز من اونجا بودم، خانم آرام آوردن. حالا اون آدمی که آورد مثل که تهیه کنندهش بود، با یه نفر آورد، تهیه کننده نه پولی، و خانم آرام آورد، معرفی کرد و رفت. ساموئل میدید و انتخاب میکرد. یادم میاد هما روستا اومد اونجا، یادم میاد خیلی که سال میتونم بگم، از جمله آقای همایون اشکان اومد اونجا و این دو خانمی که باش بازی میکرد اومد. الان باید اسمشو بگم. ساموئل به ما گفت، من و آقای نظام کیایی، نظام کیایی هم قبلا آسیستانش بود، به ما گفت شما برید با این تستی با اینا بگیرید. من عکسشو تو فیسبوک گذاشتم. ما رفتیم به بولینگ عبدو، همایون اشکان و اون مرجان، نه جیه داشت، یه چیزی داشت، اینو گرفتیم. یک سکانس کوتاه، یه فیلم کوتاهی ساختیم که ساموئل خاچکیان بپسنده یا نه، و پسندید. همایون اشکان دیوان شیشه ای رو بازی کرد. سال 43 من رفتم به مونیخ و اونجا شروع کردم زبان خوندن. هدفم این بود رشته علوم سیاسی بخونم، بعد وارد دانشگاه شدم که بعد در همونجا با آقای مسعودی آشنا شدم و ازدواج کردم و تصمیم گرفتم که برگردم به ایران. البته اونجا ایشون عکاسی میخوندن، من مدل عکاسیشون بودم. تصادفا من توی تلویزیون یه دونه چیز دیدم، یه تبلیغات چای. من با
محیط هنری ایران به کلی جدا بودم، مخصوصا با سینما. گفتیم این خانم چطوره؟ احمدرضا احمدی گفت من اینو میشناسم، تلفن کرد پیداش کرد. شوهر من زنگ زد گفت آقای بیضایی و احمدرضا احمدی اینجا هستن و راجع به فیلم میخوان با تو صحبت کنم. دیگه اصلا فرصت نبود تست بگیریم، حتی گفتیم فردا صبح بیاین سر صحنه، اونم هاج و واج اومد تو بازی کرد. و شما هم که هیچ کسی نبود که کاراتون انجام بده، قراردادها رو امضا کنه یا نمیدونم اینجور چیزا؟ نه، من خودم باید به تنهایی این کارو میکردم. یعنی خودتون همه قراردادها رو بررسی میکرد و یه قراردادی هم نوشته میشد واقعا؟ بله بله بله. و تو این قراردادها یا مثلا مشخص میکردید که چه اندازه حضور، مثلا لباس چی باشه نسبت اندازه شاتر؟ لباس رو باید بیشتر خودمون انتخاب میکردیم و خودمون میخریدیم. هیچ وقت غیر از اینکه مثلا یه فیلمی مثل فیلم بوت من رولی دختر کولی رو بازی میکردم باید لباس مخصوص میبود، ولی لباسایی که مثلا فیلمای دیگه بازی میکردیم تاریخی و یه همچین تیپی مثل فیلم بوت نبود، این چیز بود. ما باید خودمون رو بعد مثلا تون قرارداد شرط میکردید که مثلا من چی میدم لباس کوتاه میپوشم یا نمیپوشم یا همچین چیزایی بود توی قرارداد یا نبود؟ بله، مثلا بعضی اوقات میگفتم باید مثلا زیر پیرهن بپوشی یا بیکینی بپوشی، اینا مثلا من میگفتم نه نمیپوشم. و اینا تو قراردادا میومد، یعنی روشن بود مشخص؟ بله، من مینوشتم همیشه. بعد سر صحنه وقتی که بودید یا چیزی هم به عنوان حق بیمه بود اگه مثلا تصادفی میکردید یا پاتون چیزی میشد یا هم کدوم اینا؟ راستش نمیدونم اینو، برای اینکه برای من هیچ وقت همچی اتفاقی نیفتاد. یعنی و هیچ وقت اینا اشاره نمیشد بهش؟ اینا این حقوقی بود که اصولا چیزی دربارش بحث نمیشد توی قرارداد؟ نه هیچ وقت. تغییری کرده شرایط توی بعد از انقلاب؟ الان قراردادها نوشته میشه، همه مواد، همه چیز، یعنی تا حتی مسئله رفت و آمد بازیگر، اما عمل نمیشه بهش. و بازیگر هم خیلی راحت بهتون بگم اصلا نمیتونه اعتراض بکنه، برای اینکه اگر اعتراض بکنه مافیای سینما میذارتش کنار، به همین دلیل اعتراض نمیکنن بسیاری از بازیگر. یعنی من میتونم بهتون بگم تقریبا همه بازیگران ما حداقل یک دونه چک برگشتی دارن که نگرفتن و اصلا یک مثال شده، میگن که قسط سومو کی داده کی گرفته، این اصلا مثال شده در سینمای ما. ولی مسئله به اصطلاح کاستینگ که شما منظورتون هست، الان در حال حاضر در سینما چندین سال این باب شد، من هم یکی دو فیلم با آقای وحیدزاده همین سمت رو داشتم، کسانی به عنوان انتخاب بازیگر در فیلم هایی که به شدت شلوغه، کسانی به عنوان انتخاب بازیگر میان. معمولا مثلا بنده هنرجویان کلاس خودم رو می آوردم، یا آقای آتیلا پسیانی وقتی کار انتخاب بازیگر میکنن یا بازیگردانی میکنن، در واقع مثلا از کلاس های خودشون یا کلاس های آقای امین تاروخ میارن. این هست، اما یک پست دیگری رو یک نفر که نمیخوام اسمش رو بیارم برای خودش ایجاد کرده در سینما توسط روابطی که داره و پارتی های به شدت قویی که داره، ایشون مشاور کارگردان میشه در و کلن، یعنی تمام بازیگران رو که مطابق میل ایشون رفتار نکنن بایکوت میکنه. خب حالا این هم بخشی از سینما. یک توضیح مختصر من بدم، قبل از انقلاب چیزی به نام بیمه برای بازیگران نبود. اینو توضیح بدم اصلا. بله بله همینطور است. خب حالا اشاره کردید به اینکه کسانی رو چهره میکنن، بذارید به نقش مطبوعات بپردازیم بعد میریم سراغ ستاره سازی. خود شما از عرصه مطبوعات میاد آقای مقصودلو و به هر حال سالهای سال توی این عرصه در نشریات سینمایی مثل ستاره سینما نوشتید، سردبیر بودید و به هر حال روی جلد چاپ کردید، مسائل رو مطرح کردید در مجله هاتون که به تصویری که از سینمای ایران عرضه شده به جامعه تأثیر گذار بوده و به هر حال باعث شده که یک تصویر خاص از این سینما وجود داشته باشه. مطبوعات چه تأثیری داشتن از تصویر بر تصویری که از زن در سینما بر جامعه عرضه می شد؟ معمولا آقای سلجو در تمام دنیا اگه نگاه کنید مطبوعات نقش اولو دارن. اگر یک زنی بدرخشه با یک فیلم بالاخره اینا پشتش وای میستن، اگر یک زنی تماشاگر بتونه به سینما بیاره مطبوعات وای میستن پشتش، مطبوعات بزرگش میکنن، حمایتش میکنن. یعنی من دارم
به طور کلی میگم، حالا ممکنه یکی از روزنامه ها مجله ها علیه اون خانم یا اون آقا بنویسه، ولی ایران که تنوع اونقدر وجود نداره، ولی به طور کلی اینجوری بوده. وقتی تحمین ایران شهلا اینا اومدن، اینا مورد تقدیر و تایید مطبوعات قرار گرفتن. مسابقه زیبایی بین تحمینه و خانم ایران بین در مجله روشن فکر و مجله سپید و سیاه برقرار شد توسط مطبوعات، اندام، صورت، بازیگری، غیره غیره. ولی من اگر شخصا میگید، من کارم معرفی سینمای هنری دنیا بود. نگاه کلی رو دارم میگم، نه با شخص آره، یعنی من توجهی به روی نه به عنوان یک نمونه. شما تو اون عرصه بودید، آشنایی بیشتری دارید، میتونید مثلا به هم بگید با توجه به اینکه به بازار محدودی بود، یعنی نشریات خیلی محدودی بود، میتونست فرزند سردبیر یک نشریه انتخاب کنه که نه من از خانم غفاری خوشم نمیاد، دقیقاً نمیذارم رو جلد. دقیقاً حرفتون درسته. سردبیر یا یک منتقد سینمایی بزرگ، یک یعنی دارای قدرت قلم، در اون موقع میتونست یک نفر رو خورد کنه، منفی بنویسه، اون فیلم رو بشکنه، اون ستاره رو بشکنه، ولی اینا بود. و برعکسش هم کسی رو که باش ارتباط داشت بیاره و مطرح بکنه، برعکسش هم بود که میتونست اون فیلمو بسته به لابی اون کارگردان، بسته به روابط عمومی اون کارگردان، اون هنرپیشه، اون تهیه کننده بود، من مثال نمیخوام بزنم، ولی کسانی بودن که میتونستن یه های دی رو به جوری تحت تأثیر قرار بدن که یک موجی به نفع اون فیلم بیاد تو مطبوعات در تمام اغلبش. باز مثال نمیخوام بزنم، اینجا الان وقت این چیزا نیست، برای اینکه نمیخوام هیاهو بشه، ولی میتونست هم مثبتش باشه هم منفیش، ولی بار مثبتش بیشتر بود تا بار منفیش. بار مثبت مطبوعات و نقشی که بله داشتن تو این چیز و در ستاره سازی. در ستاره سازی بله. و این ستاره‌ای که ساخته شدن واقعا کی ساخت؟ مردم و مطبوعات. مردم شما نمیتونید اصلا یک بار بشنوید. مردم درجه یک بلیت میخرن. آقای سلجو، فیلمی در سینما موفق میشه که بلیت بفروشه. سینمای تجاری وقتی موفقه که یک الان وقتی میگن فلان فیلم 1 بیلیون فروخ، شوخی نیست. یا در ایران اگه 100,000 تومان یا 1 میلیون فروخت، شوخی نیست. مردم تو صف با تیب خاطر میستن، بلیت میخرن، میان میشینن تو سینما، اون ستاره ستاره میشه، اون فیلم فیلم میشه و اون مرد معروف میشه یا زن. ولی اگه مردم هم بخوان، همون مجموعه میتونن که فیلمو زمین بزنن و یه ستاره رو زمین بزنن. دقیقاً. خانم غفاری، از تجربیتون شما میگید چطوری میشد تو اون فضا و تو اون سینما ستاره شد؟ خیلی مشکل بود، واقعا خیلی کار مشکلیه. باید واقعا بتونی دل بعضی رو به دست بیاری که بتونی عکست رو جلد مجله باشه یا داخل مجله باشه یا باید مصاحبه بکنن. کار آسونی نبود. اگر که مثلا فروزان بودی ممکن بود، اگر خانم پوری بنایی بودی ممکن بود، یا الان خانم شورانگیز طباطبایی همین قبل از انقلاب، ایشون مرتب عکساش همه جا بود. بستگی داره دیگه و نمیشه. ولی اینجوری بود که مثلا به شما اپروچ کنه یه خبرنگار، مثلا بگه پالا، یه نفر بگه مثلا به من 100 تومن بده عکست رو تو مجله چاپ کنم؟ نه خیر، نبود. برای من همچی چیزی نبود. آقای سلجو، این بود که خبرنگاری بیاد پیش یک نفر بگه خانم من عکس دو سه تا چاپ میکنم، چیز خبر برات میذارم؟ این بود. این پولو میگرفتن چاپ میکردن. ولی دو موضوع یادتون نره. اگر یک ستاره، یک زنی شانس می آورد یک سناریوی خوبی رو میگرفت، یعنی سراغش یک سناریو میمد که این خوب بود و این فیلم هم پرداخت خوبی داشت و مردم میمدن، این اون شانس اون ستاره بود که بره بالا. مثال میزنم، خانم فروزان وقتی یک فیلمی رو استادیو میساقیه میخواست بسازه به نام انسانها، قرار بود فرح پناهی اینو بازی بکنه. خانم این فیلم فرح پناهی بود. در لحظه آخر فرح پناهی این فیلمو بازی نکرد. چیکار کنن؟ فروزان رو گذاشتن. این جز فیلم های اول یا دوم فروزانه، یک اول یا دوم اگر اشتباه نکنم، و فروزان اونجا گل میکنه، فکر میکنم اوله و میدرخشه. یک فیلم دیگه هم بعدش بازی میکنه، میدرخشه، فروزان رفت بالا. سناریوهای خوب، انسانی، کارگردانی تقریبا پخته و داستانی مردم پسند با فروش خوب راه رو باز میکرد. استعداد بازیگرم شما باز دست کم نگیرید. گوش کوچولوی من، اونا چرا دیر کردن؟ چه
چرا نیومدن ها؟ من امروز میخوام یه سری رو بهت بگم. اما به کسی نگی ها، خب؟ مخصوصا به امیر. باید به هم قول بدی و ایلو باید قهر میکنم. خوب گوش کن ببین چی میگم. من اونو دوستش دارم. شنیدی چی گفتم؟ من اونو دوستش دارم. دی؟ چرا تعجب کردی؟ مگه یه دختر کور نمیتونه کسی رو دوست داشته باشه ها؟ اما وقتی چشام معالجه شد اینو بهش میگم. بهش میگم امیر جون من خیلی دوستت دارم. خرگوش نازلازی من بگو ببینم. یعنی چشای من خوب میشه؟ تو امیر رو بهتر از من میشناسی. اینطور نیست؟ اشاره کردیم به ستاره ها و در باید چند ستاره صحبت کردیم. تو فیلم شما از بعضی از اونها اصلا حرفی زده نمیشه، در حالی که شما میگید من میخوام تاریخ زنان در سینمای ایران رو بگم و حضورشون رو، ولی خیلی از چیزها گفته نمیشه و خیلی ها اسمشون نیست. موضوع خیلی ها نیست آقای، از جمله خانم گوگوش. بله. خیلی ها نیستن. آرام خانم شورانگیز، ما خانم گوگوش آرام. الان من برای همینا میگم خانم شورانگیز طباطبایی. نه از گوگوش صحبت کنیم. یکی یکی میگم خانم شورانگیز طباطبایی اصلا مصاحبه نکرد. چندین بار تماس شوهرش هم دوست من بود. میریم به خانم گوگوش. خب حالا شما مصاحبه نکرد، چرا نباید تو فیلم بیاد یا در برش صحبت بشه؟ من اون وقت فیلم من 4 ساعت میشد. تو من وقت سینما میمدی بیرون. اونی که من دارم نمیتونم حمایتش کنم. حالا اونی که نیومده تو فیلم منم بازی کنه، من بیارم چیز کنم 4 ساعت فیلم برای شما بسازم، شما میگه اون چی ساختی؟ شما میتونید با یک نریشن یا یک به علاوه گفتار متن کوتاه به اونها هم اشاره کنید، ولی به کسی مثلا گوگوش اینا اصلا اشاره نکرد. چرا؟ آقای سلجو، 6 ستاره مهم در فیلم من نیستن. خانم فروزانو در ایران من مصاحبه خواستم بکنم، 3 دفعه شخصا باشون صحبت کردم. مناصر ملک موتی روانشاد بهش گفت، کسان بسیار بهش گفتن که این مصاحبه رو بکن، نکرد. خانم آذر شیوا در پاریس مصاحبه نکردن، صداشو گذاشتم. خانم فروزانم یه بخشی رو بهش پرداختم. از خانم گوگوش با تماس‌های زیاد به من وقت دادن، باشون صحبت کردم. 7 جون 2016 برم در لس آنجلس با فیلم بردار مصاحبه کنم. مصاحبه رم برای 3 فیلم در امتداد شب، طلوع و بیتا گذاشته بودم. ایشون 2 روز مونده به اون روز کنسل کردند. من گفتم فیلم من میره فستیوال، من 3 هفتم به شما وقت میدم این مصاحبه رو بکنید، یعنی باز 2 مرتبه ریسکجول کنیم، 2 مرتبه برم. ایشون دیگه به من خبر ندادن و مصاحبه نکردن. خب حالا حقشون هست که انتخاب بکنن تو فیلم باشن یا نباشن، ولی شما که میخواید تاریخ بگید، خودتون رو مورخ میدونید، چرا به اینها اشاره نمیکنید توی فیلم، به حضورشون، نقششون و اهمیتشون، مثل اینکه اینها اصلا حذف شدن توی فیلم؟ هیچ کسی حذف نشده، همه هستن. خانم فروزان من بهش پرداختم، خانم آذر شیوا رو بهش پرداختم. گوش رو نداریم. گوش اون بخش گفتم ما ادیت، بخش ادیت گذاشته بودیم. فیلم در پروسس پست پروداکشن بود و با اون فیلماش باید میرفت. نمیتونستم 3 تا فیلمو با نریشن، ساختمان سینمایی به هم میخورد بدون حضورش، و ایشون در آخرین لحظه رد کردن، کنسل کرد. بسیار خوب، خیلی ممنونم از حضورتون. به هر حال دیدگاه و نظرات شما هست در مورد ساختن فیلم و نوع فیلم سازیتون. خب خیلی ممنون و متشکرم از حضور هر 3 شما در این برنامه. فرصت بیشتری برای ادامه گفتگو نیست. امیدوارم که مجموع این گفتگوها مورد توجه شما قرار گرفته باشه. از طریق راهی که اینجا داره زیر نویس میشه، شما برام بنویسید که این مجموعه 3 قسمتی رو چطور دیدین و چقدر برای شما مفید و خاطره انگیز بود. خیلی ممنون و متشکرم از معصومه تقی‌پور، سیمین غفاری و همینطور بهمن مقصودلو برای حضورشون در این برنامه. تا فرصت دیگه و برنامه دیگه، بدرود و پاینده باشید. خیلی ممنونم از حضورتون. ممنون.